قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن. دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم می‌کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب‌های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور. دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی آمریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946. دکتر پروین نظامی آشنای جامعه ایرانی فوق دکترا در روانشناسی بالینی، عضو انجمن روانشناسان آمریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی در آمریکا با سالها تجربه، روزهای جمعه ساعت 11 صبح به وقت لس آنجلس از تلویزیون جهانی تصویر ایران با شما گفتگو خواهند داشت. باز پخش برنامه یک شنبه ها ساعت 6 بعد از ظهر به وقت لس آنجلس. درود بر همه شما عزیزانم، خیلی خوشحالم که مقابل این دورمین در کنار شما عزیزانم در همه جای دنیا هستم و به هر حال اون شادی و نشاطی که به هر حال باید داشته باشیم، متاسفانه خب برای خیلی مسائلی که هست نداریم، ولی واقعا من دوست دارم که شماها بتونین در حقیقت اون نیروی درونی خودمون رو ما بایستی تقویت کنیم و ببینیم که چطوری میتونیم با تمام مسائلی که برامون به وجود اومده بتونیم کنار بیایم. من با توجه به مسئله اینکه میخوام یک رمز جذابیت رو برای همه آدم ها، چه خانم ها چه آقایون، ما چیکار بکنیم که دیگران رو به طرف خودمون جذب بکنیم، یعنی اینا یک روش ها و تکنیک هاییه که ما باید به کار ببریم برای اینکه در هر شرایطی. الان خب من چون اصولا آدم سیاسی نیستم که بخوام در مورد مسائل اینجوری صحبت کنم، اما به خاطر شغلم دوست دارم یک هدایت های شما رو بکنم که بتونین رموز جذابیت رو ببینین چجوریه، چطوری ما میتونیم بیشتر انسان ها رو، اطرافیانمون رو، مخصوصا اول که همسر و فرزندان و خانواده درجه یکمون رو چطوری ما میتونیم به سمت خودمون جذب بکنیم، بعد تمام دوستان، آشنایان و کسانی که با ما در ارتباطن. شاید ما ندونیم که من که کاری نکردم، چرا اون مثلا از من دلگیر شده. شاید شما مثلا خودتون یه مسئله‌ای براتون پیش اومده بوده، اوقاتتون تلخ بوده، یه مهمونی رفتین یا با دوستانی برخورد کردین اونجوری ویلکام نگفتین یا استقبال نکردین، برداشت‌های اشکالدار به وجود میاد دیگه، میگن ما رو تحویل نگرفت یا مثلا زیاد توجه نکرد. اما خب باید حواسمون باشه دیگه، ما یه روشایی داریم برای جذب دیگران. اون دیگران میتونه همسرمون باشه، فرزندانمون باشن، افراد خانوادهمون باشن، کسایی که ما روزمره باهاشون در ارتباط هستیم. یعنی اینا رو خب ما باید یاد بگیریم. شاید اگه من آدم اخمویم میگم خب من همیشه تو اخمام، تو همه با هر کی که روبرو میشم سلام علیکم خوشگی میکنم و اینا، اونا ممکنه برداشت های اشکال داری هم روی مسئله بکنن، یعنی فکر کنن که ما تحویل نگرفتیم. اما روش هایی که ما باید یاد بگیریم برای جذب دیگران، یعنی همون اطرافیان خودمون، فرزندان خودمون، همسران خودمون، همه افراد این روش ها رو باید یاد بگیرن که بتونن اون در حقیقت مسالمت آمیز در کنار هم زندگی کنن.
وگرنه میگی من الان مثلا اوقاتم تلخی میخوام اخمامو بکنم، ولی مثلا همسرم، شوهرم یا خانمم میاد، من تحویل نمیگیرم، سوء تفاهم به وجود میاد، اینا خب میتونه اشکالدار باشه. که من اگر نتونم اون مکنونات درونی خودم رو، حالا اگر هر اشکالی پیش اومده، همه رو با خودم حمل بکنم و به دیگران بخوام منتقل بکنم، این بدترین کاریه که ما میکنیم. ما میگیم اونا هم بایستی، حالا همون که من سافر کردم، رنج بردم از این مسئله، میخوام ترانسفر کنم، منتقل کنم اونا رو، هم حالتهای غمزده و ناراحت و اشکالدار پیدا بکنم. خب این یعنی چی؟ یعنی من آدم خودخواهیم، میخوام اون چیزی که درون من رو آزار میده اینو منتقل کنم به اطرافیانم، به همسرم، به فرزندانم، به اطرافیانم، حال دوستانم، شاید اونا با اونا کمتر، ولی ممکنه که به خانواده خودم بخوام اینا رو منتقل کنم. و نمیتونم، مثلا میگم نمیتونم خودم رو کنترل کنم. چرا؟ ما میتونیم کنترل کنیم. یعنی اگر من بگم ناتوانم، قادر نیستم خودم رو کنترل کنم که مثلا اخم و تخم نکنم، قیافه نگیرم، همه بپرسن چی شده، چه اتفاقی افتاده، که منم بگم هیچی، باز دوباره اصرار کنم، ببینی اینا نقصه. ما ممکنه یه مسئله پیش بیاد و خیلی هم ناراحت باشیم. من غیر از دست دادن افراد خانواده، دوستان، اینا، نه، منظورم اون نیست. یه سوء تفاهماتی به وجود میاد بین من با دیگران، اون فرد با دیگران، بعد اینا رو ما نمیایم ترانسفر کنیم، منتقل کنیم، همه رو میخوایم زجر بدیم. این چیه؟ اسمش خودخواهیه. من اگه بخوام با آدم ها رابطه خوبی داشته باشم، یه ابزارهایی رو باید به کار ببرم برای جذب دیگران. یعنی که ما اجتماع، در اجتماع زندگی میکنیم، زندگی فردی وسط نمیدونم جنگل نیستیم که بگیم حالا به کسی مربوط نیست. روابط متقابل و فیما بین ما تأثیر گذاره در اینکه دیگران با ما روش خوبی داشته باشن، دوست باشن، یا یه جوری رنجیده بشن. تمام اینا من قادر به کنترلیم. بعضی میگن خانم دکتر من نمیتونم خشمم رو کنترل کنم، یک دفعه فریاد میزنم، مثلا مریض دارم که مثلا خیلی هم موقع که باش حرف میزنی خیلی هم وارده، خیلی خوب بلده که خانومه مثلا با شخصیتی باشه، ولی شاید وقتی که بر میگرده به زندگی خصوصیش تمام این پرخوشگری ها رو پرت میکنه تو زمین همسرش و اشکال به وجود میاره. شاید خودش هم آگاه نیستا، فکر میکنه که حالا ممکن از او خشم داره، یه جوری زیربنایی، یه جوری حالت انتقام، هرچی که هست داره انجام میده، در صورتی که ممکنه تو محل کارش، با دوستاش، با فامیل خودش همه خوب باشه، ولی خشم ممکنه به سمت همسرش معطوف بکنه و این رابطه به هم بخوره. کما اینکه خب هستن کسایی که کنترل خشمشون رو ندارن و نمیتونن اون خشم رو در مقابل حالا فردی که نسبت بهش حساسیت دارن، ممکنه که به همسرش، به کسایی که باهاشون، ما با غریبه ها خیلی گود لوکینگ داریم، سلام قربون شما، ما خیلی مخلصیم، دوستتون داریم، اون لبخنده رو، اون چیه، ما اون بازی رو قشنگ میکنیم. اصلا ما ایرونی ها خیلی قشنگ بلدیم اون گود لوکینگمون رو نشون بدیم، بگیم من مهربونم، من خوش اخلاقم، من صبورم. اما تو زندگی خصوصی وقتی اون رو به کار نمیبری، اینا آگاهیه، اینا دانشه. وقتی که من با نزدیکترین کسایی که در زندگی من نقش دارن، همسرم، فرزندانم، اینا خانواده درجه یک من هستم، وقتی که من تمام گود لوکینگم و مهربانی و اینا رو میخوایم، به خاطر اینکه ما خیلی واقعا به نظر دیگران توجه داریم که من خودم رو خوب جلوه بدم برای دیگران، ولی تو خونه مهم نیست،
داد بزنم، فریاد بزنم، یا مثلا تو خونه یه لباس ناجور بپوشم راه برم، برام مهم نیست. چه زن چه مرد با همسرمون اون الفت و مهربانی و احترام رو نشته باشیم. اما یه غریبه که میاد اون گود لوکینگ رو داریم. خانمه میگفت این شوهر منو نبینین که مثلا تو خونه تو بیرون اینقدر با همه مهربان و حتی کمک کننده است و لبخند داره و ویلکام میگه به آدم ها. تو خونه که میاد تمام مدت یا ایراده یا اخم میکنه یا دنبال بهانه میگرده. یعنی این دی پرسنالیتی که ما داریم، فکر میکنیم اینجا خونم. خب خانم دکتر من دیگه آزادم، میخوام داد بزنم، میخوام اخم بکنم، اما تو بیرون خیلی برام مهمه که خودم رو بسیار مهربان و خوشخلق نشون بدم و همه ویلکام بگم. چرا؟ برای اینکه ما دوست داریم، یعنی به نظر دیگران خیلی اهمیت میدیم، به نظر اون غریبه ها ما اهمیت میدیم که اونا در مورد ما بگن چقدر آدم خوبیه، چقدر مهربونه، چقدر نمیدونم خوشخلقه. مهم نیست، اون آدم گذراست برای شما. ولی وقتی که من با عزیزترین افراد زندگیم که دارم با اونا زندگی میکنم شبانه روزی، بگم با اینا که رو دروسی نداریم، شروع کنم رفتارهایی که پرخوشگرانه است، رفتارهایی که حاکی از بی‌حرمتی به عزیزانم، و دارن این کارا رو میکنن. من واقعا کلاینت هایی دارم که این مسئله رو دارن، خیلی در جامعه آدم های مورد پسند و پذیرشی هستن، حالا چه خانم چه آقا. ولی توی منزل با نزدیکان با عزیزان دیگه اونجا شاید یه ترمزی برای رفتارهای خودشون دارن. یعنی اون که من خوبم گود لوکینگ دیگه، که اونا چه قضاوتی. ببین اینقدر ما به قضاوت دیگران اهمیت میدیم که اونا از ما راضی باشن، ما لبخند رو بزنیم، بگن چه خانم یا آقای خوبیه، چقدر مهربونه، چقدر خوش اخلاقه، چقدر کمکه. ولی با عزیزترین کسایی که با ما در ارتباطن، همسرمون، فرزندانمون، میگیم نه دیگه خانم دکتر، ما که تو خونه دیگه نمیتونیم ماسک بزنیم بازی بکنیم. ما خب شروع میکنیم چطور بیرون میتونیم ماسک بزنیم؟ چه خانم چه آقا، کاری ندارم، برای گود لوکینگ خودتون اون بیرون اون ماسک من خوبم، من مهربانم، من کیرینگم رو نشون میدین. ولی تو خونه که میایین میگین خب ترمزا رو برمیدارم. اونجا یه ترمزایی برای خودتون دارین، ترمز میکنین، رفتارهای خودتون رو کنترل میکنین. چطوره که قضاوت دیگر رو ما خیلی اهمیت میدیم. ما ایرونیا تمام مدت دنبال این هستیم که اینا نسبت به ما چه نظری دارن، اونا ما رو خوب ببینن، اونا ما رو قابل تحسین ببینن، و اهمیتی نمیدیم که با اعضای خانواده خودمون داریم چه جوری رفتار میکنیم. ما بهتر لباسمون رو برای اونا میپوشیم، برای کسی که بیرونن مهمونی میریم یا اونا میخوان بیا خونه ما، ما خیلی ترتمیز و مرتب و مؤدب و چه خانم چه آقا. بعد میگیم با اینا که رو دروسی نداریم تو خونه، حالا هر جور دلم بخواد راه میرم، هر حرفی هم دلم بخواد میزنم، مهم نیست. مهم اینه که اونا منو خوب بدونن. اشتباه شما همینجاست. مهم اینه که اونی که داریم باش زندگی میکنین، همسرتون، فرزندانتون، اونا رو در محیط امن و محیط مهربانانه و مؤدبانه شما بایستی در حقیقت برای اونا این شرایط رو فراهم بکنین. بیرونی ها که خب معلومه، ما هیچ وقت نمیتونیم بریم بگیم داد بزنیم سر آدم های دیگه و بکنیم کارمونو، مثلا چرا دیر انجام دادی، چرا زود. اگرم کسای پرخوشگری باشه بکنن، خب اونجا یه ترمزی به خودشون میدن، چون اونجا دیگه نمیتونیم حد که حرمت بکنیم یا حرفی ناجور بزنیم. کانسکوئنسز داره دیگه، یه نتیجه ای داره، شکایت میگن یا هرچی. ولی تو خونه یه دفعه میگیم خب ما آزادیم دیگه، حالا اینجا میتونیم داد بزنیم، میتونیم فریاد بزنیم، میتونیم واقعا اون بچه هامون رو ناآرام بکنیم با این رفتارهایی که همسران با هم دیگه ممکن توی خونه داشته باشن، و اینجا فرزندان اینجا آشفته میشه، هیچ گونه توجهی نمی کنین. مهم اینه که میخواین
اون شکایت خودتون رو مطرح کنین، داد و بیداد خودتون رو مطرح کنین و بچه هم شاهد و ناظر این دعواها باشن. فکر میکنین که شما بچه های سالمی رو دارین به جامعه تحویل میدین وقتی که تمام مدت تو خونه آرگیو دارین، پرخوشگری دارین، خشم دارین، میخواین سر همدیگه داد بزنین، مهربانانه و مؤدبانه با هم برخورد نمیکنین، شما میخواین الگوی مساعد و مناسبی باشین برای بچه هاتون، نیستین. چه الگویی؟ خب اون بچه ها رو مشکلدار بار میارین، اونا دارن از روی ریمادل میکنن، یعنی از روی شما الگو برداری میکنن و داری اونا رو هم آشفته میکنین. حتی ترمز های رفتاری رو برای خودتون تو خونه با همسرتون با فرزندانتون باید داشته باشین. ما میتونیم تمام مسائلمون رو دوستانه مطرح کنیم، دلیلی نداره با حالت شکایت و گله و تمام خانم‌ها و آقایون زن و شوهرایی که با من در ارتباطن یا توی تراپی میان، این مسئله هستش که چقدر مثلا خانم من یا همسر من با دیگران نایس مؤدبانه رفتار میکنه، مهربانه، ولی اگر اینجا ما با هم یه اشتباهی من کرده باشم، حالا چه خانم چه آقا، پرخوشگری ها شروع میشه، یعنی تحقیرهایی که از این طریق انجام میشه، فکر میکنه کارایی داره، نداره. عزیزترین کسی شما کیه؟ برای همونایی که نشستین داریم برنامه من نگاه میکنیم، عزیزترین فرد زندگی شما کیه و چطوری میخوای روحیه اونا رو خیلی شاداب و سرحال نگه دارین که بعد یه خانواده سالمی رو به وجود بیارین؟ نه اینکه همه گود لوکینگ ما برای دیگران باشه، برای اینکه ما میخوایم جذاب باشیم، دیگران ما رو تحسین کنن. پس بنابراین اینقدر که ما به دیگران اهمیت میدیم که پشیزی هم ارزش نداره که ما بخوایم تعریف اونا رو دنبال خودمون داشته باشیم که از ما تعریف کنم بگم به چقدر مثلا خانم یا آقای خوبه، مهربونیه. مهم اونایی که دارین باش زندگی میکنین، زندگی بچه هاتون اینجا تحت شعاع رفتارهای اشکال داره شما قرار میگیره و اون دعواهایی که مطرح میکنین. حتی من عقیدم اینه که اگر یه مشکلی ما همسرتون دارین و میخواین مطرح کنین، بچه برین از خونه بیرون، برین تو ماشین با هم روی گشتی بزنین، اونجا مطرح کنین. روحیه بچه ها رو شما داغون میکنین. این بچه هایی که درس نمیخونن، پرخوشگری دارن، نمیدونم بعدن در سنین نوجوانی میرن مواد مخدر، مشروب، جذب دوستای ناباب میشه، این زیربنای اشکالی که در خانواده هست. اگر در خانواده پر مهر و محبتی باشن و شما اشکالاتتون رو هیچ لزومی نداره جلوی بچه ها مطرح کنین. شما فکر میکنین اگر اشکالات همسرتون رو داد بزنین جلوی بچه ها بگین، باعث میشه که بچه ها هم از اون مثلا مادرشون یا پدرشون بعدشون بیا، همچی چیزی نیست. بچه ها یه پدر دارن یه مادر، بنابراین تخریب روحیه آینده بچه های شما رو تباه میکنه، یعنی شما هیچ نتیجه نمیگیرین. اگر هم اشکالی دارین، خواسته ای دارین، اولا که تراپی بگیرین، بیاین اشکالاتون رفع کنین. اگر هم میخواین از هم گله کنین، برین یه جایی که بچه ها نباشن، برین تو ماشین بشینین، برین بیرون با هم را برین. پرخوشگری در مقابل بچه ها میدونین چه تأثیر نامساعدی روی آینده بچه هاتون داره، حتی بچه 3 سالتون. بگی نه این که نمیفهمه. چرا میفهمه؟ محیط متشنج رو حس میکنه، اینسیکیور میشه، احساس ناامنی میکنه، هیچ کدوم از اینا رو توجه نمیکنه. نه اون بچه هست، حتی اون بچه شیرخوره 6 ماه هم از سر صدا و جنجال و دعوایی که بین زن و شوهر هست آسیب میبینه. اما اگر ما نخوایم مسائلمونو با هم دیگه به صورت تفاهم، نه پرخاشگری، نه اینکه اولا نمیتونیم دیگران ما کنترل کنیم، اون وقتی اعتراضی میکنیم با توهین و فریاد و داد و بیداد چی به وجود میاد؟ فکر میکنین نتیجه خوبی میده؟ شماها با هم دیگه خوب میشین؟ همچی چیزی نیست. روش داره، روش ارتباط مؤثر. شما باید
اون من اینجا براتون چیز کردم، روشایی که ما میتونیم دیگران رو جذب بکنیم با رفتارهای درست، با ادب، با مهربانی، با تحسین، هم خانوادهمون هم دیگرانو. بعضیا مثلا میگه آره خانم دکتر، مثلا من به دوستم گفتم این رنگ مویی که کردی چقدر به اصلا بهت نمیاد، چرا این کار کردی؟ حالا اون دوست من دیگه با من در ارتباط نیست، یعنی قطع کرده رابطهشو با من. چرا ما با خودمون اجازه میدیم در مورد رنگ موی اون، لباس اون بیایم و قضاوت کنیم و بهش بگیم آخه من دوستش دارم اونجوری اون رنگ مو بهش نمی اومد، مثلا قبلا مشکی بود بهتر بود، حالا کرده شرابی یا هرچی. ما خودمونو چطوری زی حق میدونیم که اینجوری آسیبا رو پرت کنیم به زندگی دیگران، رابطه خودمونو با اونا خراب میکنیم؟ ما در جایگاه قضاوت نیستیم. میگه هست آنچه که هست، دارم آنچه که دارم، با آنچه که هست صبور باشیم و دوست داشته باشین اون چیزی رو که اون فرد مقابلتون، نه اینکه بخواید یکی دیگر رو یه جور دیگه بکنید تا من دوستش داشت، حتی همسرتون، حتی فرزندانتون رو. من میخوام طوری بکنم که اونا به میل من باشن و من دوستشون داشته باشم. ما اینطوری نمیتونیم که علنی باشون مخالفت کنیم، اعتراض بکنیم، توهین بکنیم، تحقیر کنیم، هیچ کدوم از اینا نیست. همه اینا روش داره. ما برای اینکه بتونیم دیگران رو جذب بکنیم، بتونیم با آدما مسالمت‌آمیز زندگی بکنیم، باید خیلی نکات رو رعایت بکنیم. نه من اصلا برام اهمیتی نداره، همونجا که حالا با همسرم اشکال دارم جلوی بچه ها داد میزنم، حالا بچه 2 ساله، 10 ساله، 5 ساله، 8 ساله، هیچ مهم نیست. اینقدر یعنی ما خودخواهیم و فکر میکنیم با داد زدن و تحقیرمون یکی حالا جلو فرزندانمون، بچه هامون هم با اون بد میشن. نیستش همچی چیزی. بچه های ما با همسرمون بد نمیشن. یه دونه پدر ما بیشتر ندونیم یه مادر. بچه هاتون هم همینطور. درود بر شما، بفرمایید. سلام خانم دکتر، خیلی ممنون از محبتی که به ما دارین و حرفای زیبایی که میزنین و کمک و راهنمایی میکنین ما رو. خواهش میکنم. خیلی خوشحال میکنین. من میدونم یه بار دیگه شما راجع به این مسئله صحبت کردین، ولی ماشاءالله این ذهن ما فراشه. میشه خواهش کنم یه دور دیگه در مورد این که چجوری میتونیم ذهنمون رو آروم کنیم و از چیزای منفی و حرفای این دور کنیم و خب. به مثبت ها بیشتر سعی کنیم، فکر کنیم و اینا، این کمک. خب شما اصولا میگیرین جنبه های منفی رو و اونا رو هی مرتب مرور میکنیم و خودتون رو آسیب میزنه. اینا خیلی تکنیک های من. خیلی ممنون. من میدونم شما راجب ذهن که چجوری خود آروم کنیم ذهنمون رو صحبت کرده بودیم قبلا و خیلی هم خوشبختم که امروز هم برنامه‌تون دیدم. خیلی خوشحال شدم. خواهش میکنم، برای اینکه ما واقعا ذهنمونه که ما رو آسیب میزنه، ذهنمونه که ما رو آرام میکنه. تو ذهنمون وقتی که فریاد و داد میزنیم و آدمها رو محکوم میکنیم، خب اون ذهنمون آشفته میشه دیگه. مخصوصا زن و شوهرها، من میخوام اون یاد بدم اون اینجوریه و این دعواها و مشکلاتی که به وجود میارین، شما جز این که نتیجه منفی بگیرین، شما اولا تراپیست همسرتون نیستین، تراپیست بچه‌تون نیستین، نمیتونین به اونا یاد بدین، نمیتونین بهشون اعتراض کنین، نمیتونین بگین چیکار کن چیکار نکن، چون گوش نمیدن. من که خودم تراپیستم، به خودم اجازه نمیدم به بچه خودم مثلا اعتراض کنم بگم این روش درسته، چون کارایی نداره. روشی که ما ارائه میکنیم خیلی متفاوته. یعنی همون با بچه‌تون هم میتونیم با روش‌های متفاوتی، رفتارهایی که مثلا شایسته نیست یا خوشایند نیست، اونا رو تغییر بدیم، ولی تکنیک داره، روش داره. اعتراض و تحقیر اون بچه یا همسر برای اینکه رفتارش رو تغییر بده، جز اینکه رابطه‌مون رو خراب کنه با هم دیگه، هیچ فایده‌ای نداره. و ما هم اون کار رو داریم میکنیم، اعتراض میکنیم، از آدم گله میکنیم و بعد منتظر نتیجه چی هستین؟
یه کسی زنگ زده بود، من متاسفانه نشد، اگر میشه دوباره زنگ بزنی من جوابتون رو میدم. به هر حال خواهش میکنم از تلویزیون گوش بدیم. پس بنابراین ما فکر ما سلطان وجود ماره، پس اون سلطان رو چجوری ما میتونیم سالم نگهش داریم؟ با اینکه اون به من اینو گفت، حالا من حالم بد شد، چرا این کارو کرد، تمام افکاری که شروع میکنیم تو ذهنمون از همسرمونه، از دوستمونه، از بقیه، از اینا رو هی خودمون بزرگش میکنیم. فکر خیلی موزیه و هی ما رو میبره به اون جاهایی که نباید ببره. ولی وقتی که یاد بگیریم روش‌های درست ارتباط رو، اگر از کسی دلگیریم، اگر نریم به همسایه بگیم، به نمیدونم دوستش بگیم، به خواهرش بگیم، یه چیزی بین ما پیش اومده، من یه جوری دلگیر شدم، تمام شهر رو خبر میکنم که به گوش اون میرسه، رابطه خراب میشه دیگه. خب میتونیم بریم، اگه سوء تفاهم، اگر اونجا رنجیدین، میتونیم بریم باهاشون مطرح کنین، میریم بگین که آره اون روز یا اون موقع اینجوری شد و این مسالمت آمیز رفتار کنید. درود بر شما، بفرمایید. درود بر شما خانده، سال نوی شما مبارک. ممکنه در سال نو راجع به هدف گذاری و اینکه چگونه به هدفمون برسیم صحبت کنیم؟ ممنون میشم. خب یعنی شما تا حالا دنبال هدفاتون نبودین و نخواستین بهش برسین یا برنامه ریزی نکردین؟ حتما کردین دیگه، خواستین برین دبیرستان، دبیرستان، دانشگاه، شغل داشتین، بالاخره برنامه ریزی هایی که ما میکنیم با توجه به اون هدفی که داریم دیگه. خودتون نکردین این کارا رو؟ میگم شما خودتون برنامه ریزی و هدف گذاری نکردین برای خودتون؟ ببینین اهدافی که ما داریم باید اولا که ما بنویسیم 1، 2، 3 در درجه اول چه چیزی مهمتر از همه است، بعد اینا رو به ترتیب اون در حقیقت ضرورتی که داره 1، 2، 3 از 1 شروع بکنیم. اما وقتی که نمیایم نظم داشته باشیم، ببینیم مهمترین مسئله نظم در تفکر، نظم در انتخاب مسیر رفتاری، مسیر آینده است و برنامه ریزی برای زندگیمونه. حالا هرچی خانه داره یا هرچی، ما میتونیم این رو همه رو برنامه ریزی کنیم و اولویت بدیم. اولویت های شما چیه؟ چه چیزی در درجه اول برای شما اهمیت داره؟ اونو بالاترین شماره 1 رو به اون میدین، بعد شروع میکنین اونو انجام دادن. یعنی ما نمیتونیم همه چیزا رو، 5 تا هدف داریم همه رو با هم انجام بدیم، اما اولویت ها رو نگاه میکنیم، ببینیم اولویت زندگی من چیه. اگه من اختلاف دارم با همسرم، اولویتم اینه که ببینم اشکال ما سر چه هست. اگر ما با فرزندانم رفتار درستی ندارم و بلد نیستم با اونا چجور رفتار، ما همش باید کمک بگیریم. شما نمیتونید خودتون تصمیم بگیرین که چه روشی رو به کار ببرین. حالا زن و شوهر رو قهر میکنن، میگن اون خب کارایی داره، چون اون کارو کرد منم دیگه باش حرف نمیزنم. فکر میکنین روش قهری پانیش کردن خودتونم هست، دارین اونو پانیش میکنین، خودتونم پانیش میکنین و این هیچ وقت این روش ها کارایی نداره. روش قهری و من دلگیر شدم، مهمترین مسئله در میان گذاشتنه. یکی از مهمترین مسائلی که من همیشه مطرح میکنم توی تراپی، میگم در میون بذارین. قهر میکنین، نگاه نمیکنین، در دیوار میزنین یا هر کدومتون، خانم، آقا، همسرا، ولی مهم در میان گذاشتنه، نه با تحقیر، نه با تهدید، نه با رفتارهای نامساعد. اگر ما بخوایم نتیجه گیری بکنیم، نمیتونیم با روش های تحقیرآمیز و دعوا و مرافع به نتیجه هم برسیم. میتونیم دوستانه مطرح بکنیم،
اما نمی کنیم. میریم پیش همسایه میگیم، پیش خواهر اون فرد، نمیدونم برادرش، نمیدونم فامیل، میریم میگیم. بدترین کاری که شما میکنین اینه که با فامیلتون بخواین در میون بذاریم، با خواهرتون، با همسایتون. چطوری ممکنه که من مهمترین مسائل زناشویی، مشکلاتی که با همسرم دارم، مشکلاتی که با تربیت فرزندانم دارم، برم با همسایه و با دوستم و با خواهرم و یا نمیدونم برادرم و اینا مطرح کنم؟ خب چه نتیجه ای میگیرین؟ شما با یه تراپیست باید مشورت کنین و مطرح کنین، چون سیکرت شما باقی میمونه. ولی وقتی که شما میرین با همه درد و دل میکنین، اعتراض میکنین، به گوش اون طرف میرسه، رابطتون بدتر میشه، رابطه رو خراب میکنیم. ما تو جامعه ایرانی اصلا یاد نگرفتیم بریم از تراپیست کمک بگیریم، بگیم اون میتونه، اون بیطرفه، اون نمیاد به همسرم بگه یا به موضوع رو برملا کنه که دعوا بدتر بشه. اما میریم آره من به دوستم گفتم، اینقدر گله که هم دوستم هم راهنماییم کرد، گفت مثلا احتنا نکن آمد خونه نمیدونم فلان، یعنی راهنماییایی که آسیب زننده است. و چطوریه که ما میریم با دوستمون مشورت میکنیم؟ دوستتون چی کاره است؟ دوستتون آیا تخصص داره؟ حتی اگر دوستتون هم تراپیسته، شما چون نمیخواین رازتون رو با یه آدم فامیلی یا دوست بگیم، بریم ولی یه تراپیست غریبه. اما نه، ما آسونترین راه رو میخواییم و ارزونترین راه رو، که با این مشورت کنیم، اونم میگه آره اینجوری کن اونجوری کن، ما هم به نصایحش گوش میدیم. خیلی از زندگی ها اینطوری به هم خورده، آره راش نده خونه، آقا این کاری کرده، یا خانمه اینه که آره توبیخش کن، نمیدونم هزار تا مسئله ای که داریم با دیگران. دیگران کیان؟ با دیگران چی رو مشورت میکنی؟ تخصص دارن، تجربه دارن و میخوان بین شما صلح و آشتی به وجود بیارن. نو no. ولی میری با مامانت میگی، اون یکی میره به برادرش میگه، اونم میگه خیلی رو دادی به شاه، حالا اعتنا نکن. مادرم میگه اصلا بیا اینجا پلو خودم اگه اینجوری ازه. آخه ما چطوری اونا واسه ما تراپیست شدن و هنوز یاد نگرفتیم؟ با یه شرینک، با یه آدم متخصص، با یه کسی که میتونه بدون اینکه داوری داشته باشه، بدون قضاوت، هدفهایی که برای شما انتخاب میکنه با موفقیت انجام بشه. وگرنه ما بریم پیش این چون نمیخوایم پول اصلا دلیلی نداره اصلا که ما بخوایم یه هزینه ای رو انجام بدین برای تغییرتون. من کسایی رو دارم که 9 ماه توی تراپی با من بودن، زندگیشون زیر و رو شد و به هدفهایی رسیدن که اصلا هیچ وقت اصلا فکرشو نمی کردم و در قدرت خودشون نمی دیدن، اما تونستن به اون اهداف نائل بشن. مو به مو همه رو رفتار کردن، تمام اون تکنیک ها و روش هایی که من بهشون یاد داده بودم. ولی اینجوری نیست که نه بابا من میرم با مادرم، با خواهرم، با همسایه‌مون، با جاریم میرم مشورت میکنم و میخوام از اونا الگو بگیرم. Don't do that. خواهش میکنم هیچ وقت سیکرت زندگیتونو با خواهرتون، با مادرتون، با پدرتون، با برادرتون، با حتی اگر اونا متخصص روانشناسی هم باشن، اجازه نداریم بریم با اونا مشورت کنه. حتما بایستی با یه آدمی که قضاوت نداره نسبت به شما. اگه با برادرت که حالا مثلا ممکنه روانشناس باشه مطرح کنی، جانبداری ممکنه بکنه. بنابراین اینجا بهترین کار اینه که ما کمک بگیریم. اگرم نمیخوایم کمک بگیریم، نتیجه نمیگیریم. حالا ما خواهیم پیش همسایه بگیم، پیش دوست بگیم، پیش حالا داییم که مثلا مشاوره، خالم که مثلا روانشناسی، نکنین این کارو، نتیجه نمیگیرین. وقتی نمیگیرین نتیجه، خودتون این وسط انرژیاتون تحلیل میره، رابطتون هم بدتر میشه. چون اگه با خواهر خودت مشورت کنی، یه جانبداری از شما میکنه، اگه اون یک آقا بره با برادر خودش، خواهر خودش، بازم همینطور، هیچ کدومشون بی‌طرف نیستن، یعنی یه جوری جهتگیری دارن.
روی اون هدایتی که میکنن یه جهتگیری به سمت فامیل خودشون میکنن. وقت اینجا کسی که ضرر میکنه ماییم. کمک بگیرین از متخصصین که بدون قضاوت، بدون داوری هستن و میان میخوام بهترین روش رو به شما نشون بدم. و تمام کسایی که با من توی تراپی بودن انقدر نتیجه گرفتن، انقدر به هدفشون رسیدن، انقدر زندگیشون زن و شویشون با صلح و آشتی برقرار شده که خودشون مرتب حتی همین امروز صبح به من زنگ زدن و تشکر کردن. ببینیم ما نمیتونیم با فامیل خودمون تراپی بکنیم، نمیتونیم بریم پیش همسایه، لازمه با یه کسی که پروفشناله، با یه کسی که قضاوت اونجور نداره و آگاهیشو داره. سالا من سالهای سال من استاد دانشگاه علوم بهزیستی و علوم توانبخشی در ایران بودم قبل از اینکه بیام امریکا و خیلی چیزایی که میتونه تجربه رو منتقل کنه در من وجود داره. پس بنابراین با متخصص تماس بگیرین، با کسی که هدایت درست بکنه، نه اینکه با خاله و عمه و این و اون و یا کسایی که تجربه آنچنانی هم ندارن و ممکنه میسلیدین کنن، راهنمایی درست نکنن. من اینجا تبلیغ برای خودم نمی کنم، دارم میگم ما میخوایم نتیجه بگیریم با یه آدمی که مطمئنیم که این اون آگاهی رو داره، اون تجربه رو داره که بتونه درست ما رو به اون سمتی که ما خواهانش هستیم سوق بده. به هر حال من چون برنامه‌ام تموم شد، شما که زنگ زدین و عقیدتون رو گفتین، سپاسگزاری میکنم از آقای اندرو، کارشناس فنی تلویزیون و مهندس میرچی و خانم اصل. اینها به هر حال اینا من همیشه قدرشناس هستم و تمام کسایی که اینجا با ما همکاری میکنن من وظیفه خودم میدونم که سپاسگزار باشم. ممکنه بگیم اونا وظیفه خودشو انجام میدن، نه درست همینه، ولی ما وقتی که سپاسگزاری میکنیم عرج مینهیم به اون خدمتی که دیگران دارن به ما میکنن. یاد بگیریم سپاسگزاری کنیم، یاد بگیریم از همسرمون، از بچه‌مون، از همسایه‌مون، از دوستمون قدردانی بکنیم اگه یه کاری رو برای ما انجام میدن. طلبکاری کسی نباشیم، اما ما ملت طلبکاری هستیم، زمینه اونو داریم که همیشه فکر میکنیم حق با من است. بازی حق با من رو هم نکنید. اینا آخرین توصیه هاییه که من دارم به شما میکنم و امیدوارم که آویزه گوشتون بکنیم و اگه خواستین تراپی بگیرین میتونین با شماره من تماس بگیرین، حتی اگه هر جای دنیا هم باشین مشاوره تلفنی اسکایپ هم هست انجام میدم. و بنابراین از همتون سپاسگزاری میکنم که برنامه من توجه دارین و پیغامایی که برای من توی حالا یوتیوب و اینم میذارین من از همتون تشکر میکنم و تا درودی دیگر، بدرود. قانون طراحی زندگی و معجزه ذهن، دکتر پروین نظامی فوق دکترا در روانشناسی بالینی تقدیم می کند. نویسنده و منتشر کننده کتاب های رمز موفقیت و ذهن خلاق و جادوی باور. دکتر پروین نظامی عضو انجمن روانشناسان امریکا APA و عضو انجمن روانشناسان ایرانی امریکا IPAA با سالها تجربه. دکتر پروین نظامی پذیرای تلفنی و اسکای می باشد. تلفن تماس 310-402-4946 310-402-4946.